قاتلان ماه گل نوشته دیوید گران ترجمه ندا بهرامی نژاد قسمت یازده ردکورن اسم چند نفر از اوسیچ ها را به من گفت که گم به گمانش اطلاعاتی در مورد قتلا داشتند و قول داد بعدا در همین رابطه داستانی را درباره پدر بزرگش با من در میان بگذارد. او توضیح داد با سمون سخته درباره اتفاقهای دوران و وحشت حرف بزنیم کلی از اوسیچ ها مادر، پدر، خواهر برادر یا فامیل دورتری رو از دست دادن این درد هیچ وقت دارون نمیشه هر سال آخر هفته های ماه جوان قبیله اوسیج رقص های آینی خود اینولنشکا را برگزار می این رقص ها که در زمانهای مختلف در هامینی، پاهاسکا و گری هورس سه ناحیه محل اقامت اوسیچ در آغاز ورودشان به قرارگاه در دهه 1870 برگزار می شود به حفظ سنت های در دست فراموشی و همبستگی این جامعه کمک می کند. ها از همه جا برای حضور در مراسم رسمی آیند که فرصتی برای دیدار با خانواده و دوستان قدیمی پخت و پز در دل طبیعت و صحبت از گذشته ها فراهم, فراهم می کند. برنز تاریخنگار مشهور زمانی نوشته بود اینکه گمان کنیم ها از شان جان سالم به در بردن خیال باطلی است چیزی را که میشد حفظ کنیم حفظ کرده ایم و برایمان عزیزتر است چون دوام پیدا کرد قدر چیزی را که از دست رفته میدانیم چون هویت گذشته ماست گذشته و حالمان را در اعماق وجودمان گرد میآوریم و به مساف فردا می رویم. هنوز هم قبیله اوسیش هستیم به خاطر نیاکانمان زندگی می کنیم و به کهنسالی می رسیم. در یکی از بازدیدهای بعدی هم از ناحیه برای تماشای رقصها و ملاقات با کسی که ردکورن توصیه میکرد کسی که عمیقا تحت تاثیر این قطعها قرار گرفته بود به گری هورس رفتم از اقامتگاه اولیه گری هورس تقریبا چیزی باقی نمانده و جز تیرک ها و آجرهای پوسیده و مدفون زیر علفهای خود رو که وزش باد با زرواهنگی خیالی تکان تکانشان میداد برای برگزاری رقصها و سیچ ها وسط این برهوت دامنگیر آلاچیقی با سخت قارچی شکل فلزی به فراز جایگاهی گرد روی زمین برپا کرده و دور تا دور آن ردیف به ردیف نیمکت چوبی چیده بودند بعد از ظهر یک شنبه ای که به آنجا رسیدم آلاچیق قلقله بود وسط آن کنار تبل مقدسی که برای نیایش واکنتا استفاده میشد چند نوازنده و خواننده مرد دیده میشدند دور تا دور آنها را به قول خودشان بانوان آوازخان گرفته بودند و حلقه های بزرگتر انبوه رقصندگان مرد پیر و جوان با ساق پیچ پیراهن رواندوزی و نوارهای زنگولدار زیر زانوهایشان دیده می شدن. هر کدام از این رقصنده ها سرپوشی معمولاً به متشکل از یک پر خارهای جوجه تیغی و دم یک گوزن بر سر داشت که مثل مدل موهای موهاک سیخ میستاد. این رفسنده ها با شنیدن صدای تب و آواز در گرامی داشته چرخش زمین در خراف جهت اغربه های ساعت میچرخیدند. پاهایشان را به زمین صاف میکوبیدند و زنگوله هایشان را به صدا در می آوردند وقتی زرباهنگ تب و آواز کر اوج می گرفت، رقصنده ها کمی به جلو خم می شدن. گام شتاب, شتاب, می گرفت و هماهنگ با هم حرکت می یکی از مردها سر کام می داد و دیگری مثل آقا بازوهایش را بالا و پایین می بقیه جست هایی که به خود می گرفتن بقیه هایی به خود می که انگار در حال دیدبانی یا شکار هستند. زمانی مشارکت زنها در این مراسم قدقم بود ولی حالا بلوز و دامن کلوش و کمربند دست باف برتن آهسته تر و باوقارتر دور رقصنده های مرد حلقه میزنند و همینطور که با هر گام جست و خیج میکردن سر و بالا هایشان را صاف نگه می خیلیها خیلی ها که از روی نیمکت مراسم را تماشا می کردن، از شدت گرما خودشان را باد می زدن. تک و توک پنهانی نگاهی به تلفن همراهشان میانداختند ولی بیشترشان در نهایت احترام برنامه را تماشا میکردند هر کدام از نیمکت ها به اسم یکی از خانواده های اوسیج بود و همینطور که پرسه زنان به سمت جنوب آلاچیر میرفتم نامی را که دنبالش بودم پیدا کردم برک هارت چیزی نگذشت که زنی اوسیج به طرفم آمد پنجاه و یکی دو سال داشت با پیراهن آبی روشن و اینکی شیک موهای مشکی براق و بلندش را پشت سر بسته بود. نمیشد حالت چهرهش را تشخیص داد. گفت سلام. مارجی برکارت هستم. و دستش را به طرفم دراز کرد. مارجی نوه مالی برکارت عضو هیئتی است که به اوسیچ خدمات درمانی ارائه می دهد و از خانهش در تالکوا در صد و دوازده کیلومتری جنوب شرقی تالسا همراه شوهرش لو از سرخ بوستان سمنول کریک تا آنجا رانندگی کرده بود تا رقصها را تماشا کند. سه نفری روی نیمکت چوبی نشستیم و در حال تماشای رقصنده ها در باره خانواده ماجی صحبت کردیم. پدرش که دیگر در قید حیات نبود جیمز برکارد ملقب به کابوی پسر مالی و ارنس برکار بود. کابوی و خواهرش الیزابت که او هم دیگر در غیر حیات نبود از درون خانه پر رمز و راز پدرشان شاهد دوران وحشت بودند. آجی درباره ارنس می گفت همه چیز بابا مو ازش گرفت. خاله ها، پسر خاله ها، دختر خاله ها و ایمانش را. هرچند کارهای ارنس خواب و آرام را از کابوی گرفته بود ولی او عاشق مادرش مالی بود. مارجی به یاد می آور. پدرم همیشه با مهربونی از مادرش حرف می زد و میگفت وقتی بچه بود از این گوش دردهای وحشتناک می گرفت و مادرش توی گوشش فوت می کرد تا دردش آروم بشه. مالی بعد از طلاق از ارنست با شوهر جدیدش جان کاب در قرارگاه زندگی می کرد و آنطور که به مارجی گفته بودند ازدواجی موفق و دورانی خوش برای مادر بزرگش بود. 16 همه جوان 1937 مالی از دنیا رفت. مرگ او مشکوک به حسار نمی آمد و با اصلاب چندانی در مطبوعات نداشت. روزنامه فرفکس چیف آگهی ترهیم کوتاهی منتشر کرد. خانم مالیکا پنجاه ساله بعد از مدتی بیماری چهارشنبه شب ساعت یازده درگذشت. این خانم از اوسیج های اسیر بود. مدتی بعد در همان سال ارنست برکارت آزادی مشروط گرفت. شورای قبیله اوسیج با انتشار بیانیه ای اعلام کرد هر کسی که مرتکب چنین جنایات فجی و وحشیانه ای شده است نباید آزاد باشد تا به صحنه این جنایات برگردد. روزنامه کانزاس سیتی تایمز در سرمقاله نوشته بود آزادی مشروط ارنست برکارد از ندامتگاه ایالت اوکلاهوما تداییگر وقایعی است که شاید مشهورترین پرونده قتل تاریخ جنوب غرب باشد یعنی قتلهام سرخپوستان اوسج به خاطر حق سرانه نفتشان آزادی جنایتکار اصلی چنین نقشه بیرحمانهای بعد از گذراندن یک ده و اندی از مجازات حبس ابدش انگار از نقطه ضعفی دیرپا در نظام آزادی مشروط حکایت می کند. مارجی می گفت ارنست بعد از آزادی به خانه یکی از اوسیچ ها دست زد و دوباره راهی زندان شد. سال 1947 وقتی ارنست هنوز در زندان بود هیل بعد از 20 سال حبس از لیو نورس آزاد شد. مسئولان شورای آزادی مشروط تاکید میکردند که حکمشان بر اساس سن بالای هیل هیل 72 سال و سابقه خوبش در دوران حبس است یکی از رهبران اوسیج می گفت هیل باید به خاطر جنایتهایش ادام اعدام می شد اعضای قبیله معتقد بودند تصمیم شورای آزادی مشروط آخرین آثار و بقایای نفوذ سیاسی هیل بود او دیگر اجازه نداشته پایش را در اوکلاهاما بگذارد ولی به گفته اقوامش یک بار به دیدن آنها رفت و گفت اگه اون ارنست نکبت دهنش رو بانه میکرد الان هممون پولدار بودیم. مارجی به من گفت هیچ وقت هیل را که سال 1962 در آسایشگاه سالمندانی در آریزونا مرد ندیده ولی ارنست را بعد از آزادی مجددش در سال 1959 دیده بود. ارنست که اجازه بازگشت به اوکلاها را نداشت در مزرعه پرورش گوسفندی در نیو مکسیکو با حقوق ماهیانه 75 دلار شروع به کار کرده بود. همان موقع خبرنگاری نوشته بود دوران پر از ناز و نعمت زناشویش با یک زن و سیج سرمایه دار نفت, نفت کجا و اینجا کجا؟ سال 1966 ارنست به امید بازگشت به اکلاهما تقاضای عفو کرد سند این درخواست دیگر موجود نیست ولی دست کم بخشی از دادخواستش که شورای تجدید نظر پنج نفره ای در اوکلاهاما آن را بررسی کرد با استناد به همکاریش با تحقیقات اف بی آی در مورد قتل ها بود وایت همیشه اعتراف برکات را عامل نجات پروندهش می دانست. با وجود مخالفت های شدید و این شورا با رأی سه به دو حکم به اف ارنست داد و بعد فرماندار همان را تایید کرد. روزنامه ما اعلام کرد قاتل حق سرانه حکم اف گرفت و افزود حسیش ها وحشت کردند. ارنست با قامتی خمیده و موی رو به تاسی به شهرستان حسیج برگشت. اوایل پیش برادرش برایان میماند. مارجی به یاد میآورد وقتی ارنست رو دیدم تازه وارد دوران نوجوانی شده بودم. حسابی جا خورده بودم که اونقدر شبیه پدر بزرگ ها بود. خیلی لاغر بود. با موهای جوگندمی چشمای مهربونی داشت. این همه سال توی زندان هم باعث نشده بود آدم خشنی بشه و سر در نمی بردم. این آدم چطور همه این کارها را انجام داده بود. صدای مارجی میان زرباهنگ پیوسته تب ضعیف و ضعیفتر می شد. بعد از مدتی حرفش را ادامه داد. واسه بابام خیلی سخت بود. قبیله بابام ولیز رو ترک کرد که خیلی ناراحت کننده است. اون دوتا به خانواده و حمایت احتیاج داشتن ولی هیچ کدوم نصیبشون نشد. این تجربه پدرش را خشمین کرد. خشمین از کار دنیا. اندرو شوهر مارجی می گفت الیزابت هم به شدت متاثر شده بود. می گفت یه جورایی توهمی بود مارجی به نشانه تایید تایید سری تکان داده و گفت املیز یه جا بند نمیشد و مرتب نشونی و شماره تلفنش رو عوض میکرد الیزابت علاقه چندانی به دیدار با ارنست از خودش نشان نمیداد و سر آخر ارنست در کانکس پر از موشی در حومه شهرستان اوسیج مستقر شد ولی کابوی هر, هر از گاهی به دیدن پدرش میرفت مارجی میگفت هم یه بخشی از وجودش حس... حسرت پدر رو داشت ولی میدونست پدرش چه کاری کرده ارنست رو دینامیت پیر صدا میزد سال 1986 که ارنست مرد جسدش را سوزاندن و خاکسترش را در صندوقچه ای به کابوی دادن ارنست قبل از مرگ به کابوی وسیعت کرده بود خاکسترش را اطراف سه هیلز بپاشد مارجی به خاطر میآورد خاکستر چند روز توی خونمون همین جور افتاده بود. آخرش یه شب بابام قاطی کرد. صندوقچه برداشت و روی یه پل خالیش کرد. در وقفه بین رقص ها وقتی خورشید داشت غروب می کرد مارجی پیشنهاد کرد جاهای مختلف گریهورش را نشانم دهد. سه نفری سوار ماشین شدیم و مارجی در جاده باریک و خاکی راه افتاد. کمی دورتر از آلاچیق یکی از معدود خانه های گری هورس، لابلای درختان بلوط سرخ کم و بیش از نظر پرهان شده بود. مارجی گفت من اینجا بزرگ شدم. در کمال تعجب خانه چوبی کوچک و جمع و جوری بود که بیشتر شبیه کلبه بود تا اماره. رکود بزرگ ثروت خیلی از اوسیش ها را که از قبل به دست قیم ها و دزدان به غارت رفته بود نیست و نابود کرده بود. ماجی گفت مالی هم از این قاعده مستثنا نبود قیمت یک پشت نفت که در سالهای شکوفایی به بیش از 3 دلار می رسید سال 1931 تا 65 سنت افت کرد و عواید حق سرانه به زیر 800 دلار در سال رسید سال بعد لیتری دایجست در مقاله‌ای با عنوان ثروت نفتی اوسیچا دارد تهمی کشد گزارش داده بود این سرخ به زندگی پر از ناز و نعمت عادت کردند ولی حالا درآمد نفتیشان به سرعت رو به کاهش است و عملا دارای دیگری ندارند چیزی که این شرایط را بدتر می کرد کشیدن تدریجی میادین نفتی بود سال 1929 حتی قبل از سقوط بازار بورس یکی از روزنامه های سراسری گزارش داده بود اگر در عرض پنج سال آینده نقشه توزیع میادین نفتی باز هم تغییر کند قبیله باید دوباره تن به کار دهد طی چند دهه بعد بیشتر شهرهای خلق و از جمله گری هورس یکی بعد از دیگری از بین رفتند مارجی به یاد می آورد وقتی بچه بودم صدای تلمبه های نفت رو می شنیدم. بعدش یه روز دیگه صداشون نیومد. در حال حاضر بیش از هزار چاه پراکنده در سرتاسر سر قرارگاه باقی مانده است ولی بیشترشان به قول کارگران شرکت های نفت آب باریکه بیش نیست و تولید هر کدامشان کمتر از پانزده بشکه در روز است. سال 2012 در مزایده حق بهرهبرداری از منابع نفتی و سج اجاره زمین روی هم رفته به قیمت کمتر از پانزده هزار دلار واگذار شد. مارجی که کمی بیش از نصف حق سرانه پدرش را به ارث برده است هنوز هر سه ماه یک بار چکی بابت سهمش از تراست معدنی قبیله دریافت می کند که مبلغ آن بسته به قیمت نفت متغیر است ولی در سالهای اخیر معمولا چند هزار دلاری بیشتر نبوده مارجی می گفت قطعا به دردمون میخوره ولی قدری نیست که بشه بههاش زندگی رو چرخون. اوسیچا مرابع درآمد جدیدی پیدا کردند از جمله هفت کازینویی که در عراضیشان ساختند قبلا به آنها کازینوهای نارون میلیون دلاری میگفتند کازینوها با عواید ده میلیون دلاریشان برای حسیچا به تأمین بودجه هیئت رئیسه برنامه های آموزشی و کمک های خدمات درمانی کمک میکنند اوسیچا موفق شدند دست کم بخشی از سرمایه های نفتیشان را بازپس بگیرند که دهه مورد سوء مدیریت دولت بود. سال 2011 بعد از دعوای حقوقی 11 ساله دولت با پرداخت مبلغ 380 میلیون دلار در برابر دادخواست اوسیچا ها کوتاه آمد. همینطور که سواره از گری هورس می به فضای باز میان جنگل رسیدیم که قبرستانی قدیمی در آن بود. از ماشین پیاده شدیم و مارجی مقابل سنگ قبری با نام مالی برکارد ایستاد. سنگ نوشته میگفت: همسری مهربان و درسوز و مادری با محبت و یاور همگان. آرامگاه خواهرهای مقتول مالی، شوهر خواهر مقتولش بیرسمیت، مادر مقتولش لیزی و شوهر اول مقتولش هنری رون هم آن اثر ماجی به سنگ قبرهای دور نگاه کرد و پرسید چجور، چجوری یه آدم میتونه همچین کاری بکنه؟ ماجی قبلا پای قبرها گل گذاشته بود. خم شد. یکیشان را مرتب کرد و گفت همیشه سعی میکنم قبرها را تزیین کنم. دوباره سوار ماشین شدیم. و در مسیر جاده خاکی از چمنزار گذشتیم تا جایی که چشم کار میکرد علفهای های انبوه و بلند همه جا را گرفته بود. گستره سرسب و مواجی که فقط چند تلمبه نفتی کوچک و زنگ زده و رمه هایی که اینجا آنجا میچریدند آرامشش را به هم میزد. قبلا که به سمت گری هورس میراندم منظره گاب های در حال چرا در چمنزار که پاهای باریکشان انگار به شکلی ناممکن سرهای خمیده و تنهای سنگینشان را نگه می داشت ما تو مپوتم می کرد. در قرن 19 نسل گاومیش های منقرض شد ولی در سالهای اخیر حامیان محیط زیست دوباره آنها را به زیستگاه هستی خود برگردانده تدترنر تد ترنر در مزرعی به مساحت 16 هزار هکتار در حد فاصل فیرفکس و پاسکا گاومیش پرورش می داد. مزرعه ای که قوم اوسی سال 2016 از او خریدند. همانطور که همراه مارجی و شوهرش مسیرمان را در چمنزار ادامه میدادیم خورشید بر فراز و فوق شناور بود قرص کامل نارنجی رنگی که خیلی زود به نیم و بعد روبی از خورشید بدل شد و سرآخر با تابش پرتوی کور کننده غروب کرد حاجی گفت عاشق وقتهایی هم که آسمون اینجوری گل میندازه. انگار بی هدف پیش میرفتیم، مثل کشتی دستخوش خوش همواج. روی این زمین ناهموار بالا میرفتیم و پایین می آمدیم. ناگهان بالای تپهی مارجی ترمز کرد و ماشین را نگه داشت. در دور دست آبکندی بود که میانش نهری پر پیچ و خم جریان داشت. مارجی گفت اونجا به آن ناشلی کردن. بابام من رو میبرد از سواری و اونجا رو به هم نشون میداد کم سن و سال بودم و فقط از پامون همراهمون بودن یه جورایی ترسناک بود سال 2009 یکی از ها به نام الیس پشن شعری با عنوان وی جی ای منتشر کرد که در زبان انگلیسی به معنای دعاست و قتل آنا بران را از زاویه دید مالی برکارت روایت می کند. پایین آبکند که جان داد پای نهر که کشاندنش در بزنگاه مرگ دامن چیندار آبیش را تن کرد شبنم بر علف ها بود ولی پا در چشم ساران خنک میکرد زیر پایش را که خالی کردم چارقش را آب برد تا صد به پایین دست آبها که از آسیاب افتاد شکارچی ها بی جان پیدایش کردند. شعر با این ابیات تمام می شود در خطا جیگا تزته قاتلان ماه گل میزنم به رود سیاه ماهی ها سگابی ها از ساحل بیل همیشه سبز برمیخیزم وقتی مارجی دوباره سوار ماشین شد چمنزار در تاریکی شب فرو رفته بود تنها نور چراغ‌های جلوی جاده چراغ‌های جلو جاده خاکی را روشن می‌کرد. می می‌گفت اولین بار وقتی بچه بود والدینش از کارهای ارنست و برایش گفتن. یادش میآمد همیشه وقتی شیطونی میکردم نگران میشدم که نکنه خباعث توی خونم باشن. هر از گاهی داستان اف بی آی از تلویزیون محلی پخش میشد و با خانواده هم مینشستم پای برنامه و اشک میریخته. از حرفایش این طور دستگیرم شد که دوران وحشت به چندین نسلت میزده بود و هنوز هم میزد. یک بار یکی از نتیجه های هنری رون درباره میراس قطلا میگفت گمونم یه جایی پس ذهنمونه. شاید متوجهش نباشیم ولی همونجاست. جاست. به خصوص یکی از اعضای خانوادهمون کشته شده باشه. همینطوری پس ذهنت هست که به کسی اعتماد نکنی. از چمنزار بیرون آمدیم و به طرف مرکز شهر فرفکس را افتادیم فرفکس با اینکه هنوز رسما شهر به حساب می آمد انگار به دست فراموشی سپرده شده بود سال به سال جمعیتش کم و کمتر شده و حالا زیر 1400 نفر بود دو طرف خیابان اصلی بناهای سبک بناهای سبک وسترن یادگار دوران شکوفایی اقتصادی قرار داشت که حالا خالی از سکنه بود. جلوی بزرگترین مغازه با ویترینی پر از گرد و غبار و تارنکبوت و تاریک ایستادیم. مارجی گفت یه زمان اینجا بنگاه تجاری بیگ هیل بود. وقتی بچه بودم هنوزم باز بود. در بود و پله از این نرده های چوبی محرکه داشت و کیف کفش از الوارهای قدیمی بود. همه چی بوی چوب میداد. نگاهی به پایین خیابان انداختم و سعی کردم تصور کنم ماری برکارد و تام وایت چه چیزهایی می دیدن. سواری های پیرس ارو، کارگران شرکت های نفت، بسیج های ایان، شعله های خشونت وحشیانه که زمانی آنجا زبانه کشید. حالا حتی شنبه شبها هم به قول مارجی آنجا شهر ارواح بود. مارجی دوباره با ماشین راه افتاد. از خیابان اصلی خارج و وارد منطقه مسکونی شد. چند تایی بنای قدیمی هنوز هم پابرجا بود ولی خالی از سکنه و در حال ویرانی. بعضی هایشان سر تا سر زیر پیچک ها پنهان شده بود. یک دفعه مارجی سرعتش را کم کرد. انگار دنبال چیزی میگشت. شوهرش پرسید دنبال چی میگردی؟ جایی که اون خونه منفجر شد. شوهرش گفت شاید باید میپیچیدی تو خیابون روبرویی مارجی گفت نه همین آها اینجاست و جلوی پارکینگ خانه جدیدی نگه داشت که بعد از انفجار ساخته شده بود مارجی بعد به نکته اشاره کرد که در هیچ کدام از گزارش های FBI به آن بر نخورده بودن. پدرش به مارجی گفته بود در شب انفجار او خواهرش و مالی میخواستند شب را در خانه اسمیت بگذرانند ولی کابوی ولی کابوی گوش درد بدی گرفته بود و در خانه مانده بودن مارجی می گفت واسه همین جون سالم به در بودن فقط دست تقدیر بود چند لحظه طول کشید تا متوجه کنایه پس حرفهایش بشه مارجی گفت بابام باید با علم به این زندگی میکرد که پدرش سعی کرده بود بکشدش. مدتی در تاریکی توی ماشین نشستیم و سعی کردیم چیزی را حذف کنیم که حتی بعد از این همه سال قابل حذف نبود. ماجی ماشین را روشن کرد و گفت خب چرا برنگردیم سر رقص؟ پرونده نامختوم تاریخ قاضی بیره است. خطاهای فاجعه بار و لغزش احمقانه من را ایان می کنن. محرمانه ترین اسرارمان را فاش می کند و مثل کاراگاهی که از آغاز پایان داستان جنایی را می داند، از قدرت پسنگری بهره می میبرد. حین بررسی اسناد تاریخی چیزهایی دستگیرم میشد که مالی در مورد شوهرش نمیدانست. یکی از وسیچا به من گفته بود کی باورش می شد؟ یکی بخواد به خاطر پول طرف باش ازدواج کنه و خانوادهشو بکشه. وایت را میدیدم که متوجه اعتراف ساختگی لاسن یا انگیزه های شیطانی هوور نمیشد. وقتی در پرونده های قتل و سیج در کلاف سردرگرم کال کافی ها شهادت شاهدان و گواهی های انحصار وراست کند و کاب می رفته رفته متوجه بعضی از کمکاسی های تحقیقات اف بی آی می مراجع قانونی اصرار داشتند با محکومیت هیل و هم دستانش به حبس بعد مجرمان را به سزای اعمالش رساندن و بعد از آغاز به کار وایت در لیونورس پرونده بسته شده و با دستاورد چشمگیر هم بسته شد. ولی اف بی آی هنوز ارتباط هیل را با همه 24 قط پیدا نکرده بود. اینکه هیل واقعا مسئول تک تک این قطع ها بود یا نه؟ یا مثلا چه کسی مک براید تاجر نفت را در واشنگتن دی سی رو بوده یا و و وان را از قطار در حال حرکت پرت کرده بود هیل برای کشتارهایش به دیگران متکی بود ولی هیچ مدرکی در دست نبود که نشان دهد دار و دسته همیشگی هیل از جمله برایان برکار آسا کربی جان رمزی و کلسی موریسن مکبرگ را تا پایتخت مملکت تعقیب کرده یا در قطار همراه وان بودند ظاهرا هر کسی این افراد را کشته بود از مجازات قصر در رفته بود هیچ مدرک جدیدی در مورد مکبراید گیر نیاوردم ولی یک روز که در اوکلاها سیتی مشغول تحقیق بودم با مارتا وان یکی از نوه های وان، تماس گرفتم که مددکار اجتماعی بود و در سالیسا واقع در 260 کیلومتری اوکلاها سیتی زندگی میکرد. مارتا مشتاق صحبت درباره پدر بزرگش بود. و پیشنهاد کرد با ماشین خودش به دیدنم بیاید گفت توی هتل اسکروین میبینمت اینجوری یه چشمه از جملاتی را که جملاتی رو که نفت به اوکلاها موورد میبینی وقتی به هتل رسیدم منظورش را فهمیدم هتل که سال 1910 به دست تاجر نفت و به اسکروین بنا شده بود زمانی زیباترین هتل جنوب شرق به حساب می آمد. هتل سالن رقص 500 نفره ای داشت که چلچراغهایش را از اتریش آورده بودند و بالای ستونهایش سردیس باکوس خدای شراب یونان قرار داشت. وکیل هیل سارجنت پرنتیس فریلینگ در یکی از اتاقهای همین هتل ظاهرا در اثر خونریزی مغزی وسط بازی ورق جان داد. سال 1988 در بحبه رکود فاجعه بار بازار نفت هتل تعطیل شد و سالها بسته ماند ولی با گذشت حدود دو دهه بعد از بازسازی 55 میلیون دلاری تحت عنوان یکی از هتل‌های زنجیره‌ای هیلتون بازگشایی شد. در سرای هتل منتظر مارتا مندن. جایی که هنوز ورودی تاغدار چوبی و صورتهای واکس اصیلش را دارد که از سقف به پایین زل می زنن. مارتا با پسر امویش ملویلوان استاد زیستشناسی دانشگاه اکلاهومای مرکزی از راه رسید و گفت پسر خیلی چیزها درباره بابا بزرگوان می‌دونه. ملویل دو پوشه قطور همراهش داشت. وقتی پشت بار نشستیم آنها را جلوی من گذاشت. پوشه ها پر بود از تحقیقاتی که خانواده طی چند دهه با وسواس در مورد پرونده قتل وان جمع کرده بود. بریده های رنگ رو رفته روزنامه. جسد برهنه مرد پاسکایی پیدا شد. گواهی فوت وان و اظهارنامه یکی از خبرچین ها به اف بی آی مبنی بر اینکه وان کمی قبل از قتلش گفته بود شواهد کافی برای نشاندن بیل هیل روی صندلی الکتریکی پیدا کرده. به گفته مارتا و ملویل بیوه وان روزا بدون هیچ درآمدی برای نگهداری از ده فرزندش تنها مانده بود و خانواده ناچار از خانه دو طبقهشان به سوله ای نقل مکان کردند. مارتا می گفت پول غذاشون رو نداشتن. اوسیشا دست به دست هم دادن و به معنای واقعی کلمه یه لغمه نون توی دهن خانواده میذاشتن. بعضی از بچه های وان از جمله پدر مارتا را به خانواده اوسیج سپردند. جایی که در دوران کودکی به زبان اوسیج حرف میزدند و رقص سنتی را یاد میگرفتند. مارتا میگفت پدرم بین اوسیج ها احساس امنیت میکرد. مارتا توضیح میداد که هرچند به باور خیلی از اعضای خانوادهش هیل میخواست وان را ساکت کند ولی به گمانشان ماجرای قتل پیچیده تر از این حرفا بود و از خود میپرسیدند قاتل چه کسی بود و قتل چطور اتفاق افتاده بود وان قبل از سقوط از قطار یا در سر سقوط کشته شده بود شخص صاحب نفوذی ترتیب داده بود تا هیئت تحقیق متقلبی به پرونده رسیدگی کند. علت مرگ نامعلوم درد شده بود مدتی درباره کلیات پرونده حرف زدیم. بر اساس توضیحات ملویل وان درشت و قوی هیکل بود که یعنی قاتل باید از نظر جسمی پرقدرت بوده یا همدستانی داشته باشد. یادم آمد که وان به همسرش گفته بود شواهد مربوط به قطعها و پولی برای خانواده خانواده را در مخفیگاهی پنهان کرده است. از مارتا و ملویل پرسیدم چطور ممکن است قاتل این مخفیگاه را پیدا کرده باشد؟ مارتا گفت فقط دو احتمال وجود دارد یا قاتل قبل از پرد کردن وان از قطار این اطلاعات را به زور از او گرفته یا اینکه قاتل اونقدر مورد اعتماد وان بود که این اطلاعات را با او در میان بگذارد. ملویل گفت بعد از زندانی شدن هیل یکی از اقوام سعی کرد تحقیق در مورد پرونده را ادامه بده ولی از طرف شخص ناشناسی تهدید میشد که اگه او و خانوادهش بیش از این مسئله رو پیگیری کنند آخر و آقابتشون مثل وان می شود. بعد از آن خانواده کند و کاف را متوقف کرد. مارتا می گفت یادم میاد با عموی بزرگم حرف میزدیم قبل از مرگش با خواهرم رفته بودیم دیدنش. گفتیم که این بلا رو سر با بزرگوان آورد. اموم بحث اون هشدار به خانواده رو پیش کشید و گفت سراغ این کار نریم. هنوزم می ترسید. پرسیدم روزا یا عضو دیگری از خانواده هیچ وقت غیر از هیل به مزنون احتمالی دیگری اشاره کرده بود یا نه؟ مارتا گفت نه. ولی بعد از مرگ بابا بزرگان مردی پولهایش را بالا کشیده بود که بعدها روزا در دادگاه مدنی از او شکایت کرد. پرسیدم اسم آن مرد چی بود؟ مارتا گفت یه چیزی برت ملویل گفت آره اچی برت رئیس بانک بود اسم آن مرد را در دفترم یادداشت کردم و وقتی سرم را بالا آوردم اشتیاق را در چشمهایشان خواندم ناگهان ترسیدم که نکند به آنها امید واحی داده باشم گفتم از این ماجرا خیلی وقته که میگذره ولی ببینم چی دستگیرم میشه شعبه جنوب غربی بایگانی ملی آمریکا در یک انباری واقع در فورت تگزاس است و داخل آن در ردیف هایی به ارتفاع 4.5 متر تحت شرایط رطوبت کنترل شده بیش از 2800 متر مکعب سند نگهداری می شود. از جمله رونوشت صحبت های مطرح شده در دادگاه های منطقه آمریکا در اوکلاهوما از 1907 تا 1969 یا مربوط به طوفان مرگبار گلوستن گلوستن 68 در 1900 مدارک که ترور جانف کندی اسنادی درباره بردهداری و دوران باستازی و گزارش هایی از دفاتر منطقهی پردهدار اداره امور سرخوستان بایگانی از این نیاز بشر حکایت می کند که می خواهد هر حکم و را به شکل مستند جمعآوری کند که نقابی از نظم و ترتیب اداری روی بینظمی قحطی تا اون بلالیای طبیعی جنایت و جنگ بکشد امیدوار بودم لابلای این پرونده های حجیم سر در مورد قتل ووان و پیدا کنم. قبلا گزارش های دادگاه را درباره دادخواست روزاوان علیه اچ جی برت بررسی کرده بودم. در نگاه اول دعوا که سال 1923 آغاز شد پیش پا افتاده به نظر می رسید. وان و برد که رئیس بانکی در پاسکا بود رفقای صمیمی به حساب می آمدن و وان مدتهای مدیدی یکی از وکلای برد بود. به گفته روزا برد به شوهر مرحومش ده هزار دلار بدهکار بود و زن می آن را پس بگیرد. ولی قسمت شرارتبار ماجرا در جزئیات نهفته بود و وقتی بیشتر کند و کردم فهمیدم پول مورد بحث به قربانی دیگر دوران وحشت جورج بیکارت مربوط بود وان وکیل بیکارت هم بود و بیکارت قبل از اینکه اطلاعات کلیدی قطعها را به وان بدهد و قبل از اینکه از مسمومیت مشکوک در بیمارستان ما بمیرد از مراجع قانونی گواهی صلاحیت گرفته بود. بیکارت با این مدرک دیگر تحت کفالت دولت نبود و هر جور که میخواست پولش را خرج میکرد. وان با موفقیت به او در تنظیم درخواستش کمک کرده بود و بیکارت میخواست به پاس این کار و سایر خدمات حقوقی وان مبلغ ده هزار دلار به او بپردازد. مبلغی که به پول امروز حدود 140 هزار دلار میشد. ولی چند روز بعد از مرگ بعد از مرگ بیکارت و وان در کمال تعجب برت این پول را به جیب زده بود در جریان دادخواست روزا درخواست روزا علیه برت که ابتدا در دادگاه ایالتی رد شد وکالت برت را یکی از همان شرکت های حقوقی بر عهده داشت که در دادگاه قتل های اوسیج از هیل دفاع می کرد. مارتا به من گفته بود خانوادهش شک ندارد هیئت منصفه فرمایشی بود و سر آخر در پاسخ به دادخواست استیناف دادگاه عالی اوکلاهوما رأی را عوض کرد و به برد دستور داد 5000 دلار سود پول را هم به روزاوان برگرداند مارتا به من گفته بود چجور جور یه آدم میره جیب یه بیوه بی پول و ده تا خالی میکنه وقتی در آرشیو ملی اسناد مختلف و اطلاعات منابع دیگر را مرور میکردم کم کم تصویر واضحتری از برت در ذهنم شکل گرفت. برت متولد 1874 در میزوری و فرزند کشاورز فقیری بود که بر اساس سوابق سرشماری سال 1910 همراه انبوه مهاجران هریس خیالباف و گلهد پرواز به پاهاسکا رفته بود. آنجا بنگاهی تجاری باز کرد و بعدها رئیس بانک شد. عکسی از او در سال 1926 نشان میداد که سبک لباس پوشیدنش مثل هیل کت و شلوار شیک و کلاه بود به این ترتیب فرزند کشاورزی خانه بدوش به به تاجری متشخص بدل شد البته بیشتر ثروت برت از کسب و کار تا فساد تجارت سرخپوستی میآمد یعنی کلاهبرداری از سرخپوستهای میلیونر یکی از اسناد دادگاه نشان میداد برت با دلالی, دلالی وام اوسیچا را هدف قرار داده بود. سال 1915 در جلسه یکی از کمیسیون های مشترک کنگره آمریکا که در مورد مسائل سرخپوستان تحقیق می کرد یکی از وکلای قبیله می گفت برد از بقیه سفیدپوستان پوستان قرض می گرفت و بعد با سود نجومی به اوسیچا قرض میداد. داد. وکیل شهادت میداد، آقای برت یکی از افرادی که زبانن و قلبا باور دارم در مسائل پاسکار دست داره. به هم گفت پول رو با 6 درصد سود قرض میکنه و دوباره با کلی سود به سرخپوستا قرض میده. وکیل در ادامه میگفت پول رو با 6 درصد سود میگیره و متاسفانه باید بگم احتمالا چیزی بین 10 تا 50 درصد سود میکنه. برت برای سرپوش گذاشتن روی کلاه اش از اوسیچا به ترفندهای عجیب و غریب حسابداری متوسل میشد در دادگاه انصار وراست جورج بیکهارد وکیلی اظهار تعجب میکرد که چطور بامهای های بانک برت به اوسیچا از دست چک شخصی برت صادر شده برت اصرار میکرد هیچ وقت کاری نکردم که مجبور بشم روش سرپوش بذارم آقای برد نمیخواستم موضوع رو شخصی کنم ولی یکم عجیبه همیشه هم اینجوری انجامش میدادیم از آشی به فورت اسناد دفتر دادستان ایالتی ناحیه غرب اوکلاهوما را در مورد قتلهای اوسیج بیرون کشیدم و به چیزی برخوردم که هرگز ندیده بودم شهادت محرمانه هیئت منصفه تحقیق که سال 1926 به قتلهای اوسیج رسیدگی کرده بود در میان شاهد ها خیلی از چهره های کلیدی پرونده از جمله ارنست برکارد و دیک گریگ هم به چشم می حرفی از شهادت برت به میان نیامده بود ولی بر اساس شهادت معمور بیمه عمری که بیمه نامه هنری رون را با معرفی هیل به عنوان زینف تنظیم کرده بود برت پیشنهاد کرده بود سرخ و دیگری را تومه توتعی بیمه نامه قرار دهند. بعد در بایگانی اداره تحقیقات لابلای هزاران برگ سند مربوط به این قتلها دو بار دیگر به اسم برت برخوردند اولی گزارش معمولی درباره صحبتهایش با منبع موثقی بود که گفته بود هیل و برت رفقایی بسیار صمیمی هستند همین خبرچین در مورد پولهای تلکه شده بیکارت می گفت هیل و برت مال دوزی رو با هم تقسیم تخ... کرده بودند. از روی گزارش نمیشد فهمید مبلغ این پول دقیقا چقدر بود ولی بر اساس یادداشت‌های اداره بعد از مرگ بیک هارت هیل موفق شده بود با ارائه سفته تقلبی 6000 دلار از دارایی او طلب کند شاید این مال دزدی شامل آن ده هزار دلار هم میشد که برد سعی کرده بود به جیب بزند با این حال برخلاف حق سرانه و ارزشی که در کشتار اعضای خانواده مالی با بیست و پنج هزار دلار بیمه عمری که در مرگ روند،, روند, در میان بود هیچ کدام از مبالغ جدید به خصوص در صورت تقسیم انگیزه چندانی برای قتل به دست نمیداد و شاید به همین دلیل وزارت دادگستری هیچ وقت هیر را بابت قتل بیکارد محاکمه نکرد و برت را تحت پیگرد قرار نداد. با این حال مشخص بود که وایت و افرادش به برد خیلی مشکوک بودند. در سند دومی که میان پرونده های اداره تحقیقات پیدا کردم معموران برد را قاتل می دانستن. چند روزی به بایگانی سر می زدم تا انگیزه مالی انگیزه مالی پشت قتل بیکار پیدا کنم. اسناد انصار براست را بررسی کردم تا ببینم چه کسی از مرگ سود می گفت. مارتا در ایمیلی برایم نوشته بود همانطور که پاپای پیر همیشه می گفت رد به پول و بگیر و برو جلو هیچ مدرکی در دست نبود که نشان دهد ثروت به جامان در بیکارت برای زن و دختر جوانش به هیل یا برت برت یا سفید پوست دیگری رسیده باشد ولی احتمالا اختیار پول دختر بیکارت را قیمش به دست گرفته بود میان اسناد گشتم تا اسم قیمش را پیدا کنم و او کسی نبود جز اچ جی برت واقعیت را که پیش خودم مرور کردم حس کردم ضربان قلبم بالا رفت میدانستم برت رفیق صمیمی هیل بود همان کسی که در مورد استثمار حساب شده ها دستش رو شده بود میدانستم برت از طریق کفالت کفالت دختر برکارد به ثروت پدرش دسترسی داشت از روی اسناد دولتی میدانستم برت کفالت چند اوسیج دیگر از جمله شخصی که مورد بود را بر داشت می دانستم هلوهوش زمان مرگ هارد در اثر مصمومیت کذایی برت همراهش بود. یکی از مأموران محلی قانون متوجه شده بود. برت و هیل هر دو کمی قبل از مرگ هارد به دیدنش رفته بودند و میدانستم دانستم اداره تحقیقات برت را قاتل می دانست. بقیه شواهد از دست داشتن برت در جنایت دیگری هم حکایت می کرد. بر اساس گزارش های دادگاه با اینکه برت وانمود میکرد رفیق صمیمی وان است پولی را که بیکارت برای وان کنار گذاشته بود بالا کشیده بود شاید وان قافل از توته های رفیقش درباره تحقیقات پنهانی و محل اختفای پول و مدارک با او حرف زده بود و شاید وقتی وان بر بالین بیکارت حاضر شد بیکارت علاوه بر هیل پای برت را هم در نقشه های قتل به میان کشیده بود ولی نظریه دست داشتن برد در قتل بیکارت و وان هنوز هم مبنی بر قرائم بود. هنوز نمیدانستم موقع پرد شدن وان از قطار چه کسی همراهش بود. بعد وقتی داشتم روزنامه های قدیمی را ورق می زدم در پاهاسکا دیلی کپیتال ای در مورد خاکسپاری وان پیدا کردم که وسط های گزارش می گفت برت همراه وان در اوکلاهوما سوار قطار شده بود و موقع ناپدید شدن وان از کوپه با او هم سفر بود. بر اساس یکی دیگر از اخبار روزنامه برت گپ شدن وان را گزارش داده بود. قبل از ترک بایگانی های ملی فورت ورس به پوشه حاوی بازجویی از یکی از خبرچین های اداره تحقیقات برخوردم که از نزدیکان هیل بود و در بقیه پرونده های قتل مدارکی کلیدی علیه هیل ارائه داده بود از خبرچین پرسیده بودند اطلاعاتی درباره قتل وان دارد یا نه و مرد جواب داده بود بله گمونم کار هربرت برت باشه میدانستم نسبت دادن چنین جنایات فجیعی به مردی که نمی توانست به سوالات پاسخ دهد یا از خودش دفاع کند منصفانه نبود و وقتی با مارتاوان تماس گرفتم تا یافته هایم را با او در میان بگذارم روی محدودیت اطلاعات موثق من تاکید کردم. بعد خلاصه از تحقیقاتم را برای شهر دادم و گفتم در کتابخانه ای در نیومکسیکو به رونوشت مصاحبه منتشر نشده ای با مارشال شهر فرفکس برخوردم که روی قطع های تحقیق کرده بود. مارشال می گفت برت در قتل وان دست داشت و شهردار یکی از شهرهای خرق و سائه از کل گنده های محل... محلی در پرت کردن وان از قطار به برد کمک کرده بود. علاوه بر این مارشال می گفت سال 1925 حین تحقیقات اف بی آی در مورد قطع های اوسیج برد از وحشت به فکر فرار افتاده بود. در واقع برد در همان سال بلا فاصله به کانزاس نقل مکان کرد. وقتی همه جزیات را مرور کردم مارتا ساکت شد و بعد آرام حقه گریه را سر داد. گفتم متاسفم نه خیالم راحت شد خانواده هم خیلی وقت با این موضوع کلنجار میرن حین تحقیقات در مورد قطع بیشتر وقتها حس میکردم رد تاریخ را دنبال میکنن حتی اگر تاریخ از دستم در میره کمی بعد از صحبت با مارتا شنیدم که به علت آرزه قبلی قلبی از دنیا رفته مارتا فقط 65 سال داشت ملویل با قلبی شکسته به من گفت یکی دیگه از پیوندهامون با گذشته رو از دست دادی